وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور طی سفر وارد ولایت کندز شده و با مقامات محلی این ولایت دیدار کرد. شیخ عبدالرحمن راشد، وزیر زراعت کشور، هدف سفرش را به کندز دیدار با دهاقین و بررسی مشکلات و چالش های فراراه کاری دهاقین ولایت کندز عنوان کرده، افزود که در سالهای پسین دهاقین با مشکلات و چالش های روبرو شده و حکومت تازه در نظر دارد به سکتور زراعت توجه جدی نماید. وزیر زراعت ایجاد سردخانه ها را یکی از نیازمندی های دهاقین عنوان کرده، از سرمایه گذاران و تاجران ملی خواست تا در خصوص ساخت و ساز سردخانه ها برای دهاقین همکاری داشته باشند. هدف ما دید بازدید و شنیدن مشکلات مسئولین ریاست زراعت و کسانی که در این را و در بخش زراعت کار میکند، از قبیل دهقانان و بازگران و مالداران و مؤسسه خیریه و تجار ملی در این ولایت سرمایه گذاری نمودن و تحسیصات زراعتی را پیش بردن، از اینا تشکر کنیم و مشکلاتشان را از نزدیک بشنویم و درباره حل مشکلاتشان و تصمیم بگیریم و مشکلاتشان را حل نماییم. به گفته وی، در سالهای پسین پولهای گزاف که از کشورهای خارجی وارد شده بود، اما هیچ نوع فعالیت بنیادی در این کشور صورت نگرفته است. مولوی امان الله حسن، رئیس زراعت و مالداری کندز، در این مراسم گفت که پس از پیروزی امارت اسلامی، اداره زراعت کندز دستاوردهای چشمگیری داشته است که به همکاری دفتر سال 515 جریب زمین را باغ نهالهای مسمر قرض گردید. همچنان طی 5 ماه گذشته مبلغ 90 میلیون افغانی از منابع عایداتی ادارات زراعت کندز جمع‌آوری نموده و به حساب دولت انتقال گردیده است، در حالی که این رقم طی این مدت در دولت پیشین مبلغ 11 میلیون افغانی بود. قومندانی در شروالی دیده طول آیتان آقا گرزی او خپل کار تا ادامه ورکوی، نو تقریبا 15 زر جرب از مکه پا ولایت که مرکز که منگا تثبیت کرده سیا خلق بسد کرده، نو دا منگا تثبیت کرده دینتی بوټو او مسلم نیالګو تقریبا من سلوی زرات نیالګي په پوره کې ستا او دا کار وسم جریان لري. تقریبا د دغه دلوې په سلام تاریخ ومنګه د دې توزیع شروع کړو. به گفته وی، زمین های اداره زراعت کندز که از سوی غاصبین مورد غصب قرار گرفته بود، به همکاری مقام ولایت حدود 5000 جریب زمین تا هنوز شناسایی و تمامی ملکیت های دولتی ریاست تصدی سپینزر که در اختیار اداره زراعت قرار داشت، رسما دوباره به ریاست تصدی سپینزر سپرده شده است. در این مراسم دو تن به نمایندگی از دهاقین صحبت نموده، مشکلات و چالش های خیش را در خصوص رسیدگی به وضعیت دهاقین و مالداران ابراز نمود. افزودند که همکنون بهای کود کیمیایی افزایش چشمگیری داشته و ایجاب میکند تا بهای کود کیمیایی کاهش یابد و فابریکه های تولیدی کشور فعال گردند. دیر متضرر شوی ده په دې جنگو وغو کې که یو کمتون کومک له دیقان سره وسی دا به ډیر خوي، او بل دې دیقانانم زه درته وایم چې دا ټول کندوز چې ده 15% وزیر صاحب دیقان ده، 15% به نور خلق وی دا 15% دیقان ټول زیرات پیشه دی، دی زیرات په بردامو که کار کوي، له دو سره باید دی کور دی بازو دواگانو دی بازو ترکترو دسی یو شان دو خلکو ته برابر سی. ټول وطن ته کور ورکی په پخوا وختونو کې یوازې د مزار کو دی برکو، ټول وطن ته کور ورکاو. اوس د دنیا د مختلفو مملکتونو نه کور را روان دی، لیکن زمونږ د کور تکاپو نشي کولی. زمان دقه مشکل دی جناب محترم وزیر صاحب، په هر شکل د اشکارو سره چې تاسو پی بهتر او ښه پوهیږئ، د هر ذریعه او هر منبع نه چې تاسو ښه پوهیږئ، او دا مشکل حل کیدلی شي. باید په دې کې ډیر
عجل اقدام کوشی ډیره بهتره بوي. در همین حال مولوی نثار احمد نصرت والی کندز صحبت نموده گفت که آنگونه که انتظار می رود به سکتور زراعت در سالهای پسین توجه لازم صورت نگرفته و وزارت زراعت باید در این زمینه توجه بیشتر نماید. آقای نصرت افزود که امارت اسلامی افغانستان به خدمتگذاری به کشور متحد بوده برای اظهار این و دهاقین وعده سپرد که به تمامی مشکلات و خواسته های دهاقین توجه لازم خواهند شد. زکه کندز هغه ولایت دی چې اقتصاد په زراعت، مالداری او باغداری ولاړ دی. دغه راز د کرنې، اوبو لګولو، مالداری د لا ښه والی او پرمختګ په برخه کې باید په کندز کې پروژې پلی او فارمونه جوړ شي. اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، مختلفې زراعتي ماشینري زراعت ریاست ته په ترسو راتلونکي کې نور هیوادونو ته اړ نه شو او یو معیاري زراعت ولرو. سفر این مقام بلندپایه حکومتی به کندز در حال صورت می‌گیرد که در اثر جنگ‌ها و اوضاع پیچیده سیاسی در کشور خسارات هنگفت مالی به دهاقین، مالداران و باغداران در این ولایت وارد شده است. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، کندز.